با سلام و درود به شما یاران و همراهان امیدوارم در هر جای دنیا که هستید اوقات به کامتون باشه بار دیگه همکاران من در تحریریه مهمترین رویدادهای این ساعت رو گردآوری کردن تا ما اونها رو با شما به اشتراک بگذاریم در ابتدای کار مروری تیتروار به این بسته خبری میندازیم در بخش اول به اخباری درباره ترور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میپردازیم ویدیویی داریم از بازدید عوامل موساد از ساختمان مقر گروه سایبری بلک شدوی جمهوری اسلامی در تهران به فقیرتر کردن مردم برای سلطه بهتر حکومت می پردازیم. از دوباره فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان و احتمال محبوس ماندن کارگران در زیر آوار خواهیم گفت و در نهایت به جایزه 10 میلیون دلاری آمریکا برای سه عامل حملات سایبری در ایران میپردازیم پس تا انتها با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید روزنامه انگلیسی پوتین از یک سوء قصد جان سالم به در برد. نشریه سان انگلیس مدعی شده که خودروی پوتین رئیس جمهور روسیه در تلاش برای ترور به دلیل حمله به اوکراین با بمب مورد حمله قرار گرفته است. نشریه انگلیسی افزود ولادیمیر پوتین از یک ترور نافرجام جان سالم به در برده است. سان روز چهارشنبه به نقل از منابعی در کرملین و نزدیک به رئیس جمهور روسیه نوشت چرخ جلوی سمت چپ در خودروی پوتین بعد از برخورد با یک ماده منفجره منفجر شد نشریه یسان در ادامه گفت در این ترور نافرجام به پوتین آسیبی نرسید و به محل امن منتقل شد همین نشریه تاکید کند که بلافاصله بعد از این اتفاق برخی از محافظان پوتین برکنار و بازداشت شدند هنوز کرملین به این موضوع و خبرهای پیرامون این ماجرا واکنشی نشان نداده است ویدیوی بازدید عوامل موساد از مقر گروه سایبری بلک شدوی جمهوری اسلامی در تهران سازمان اطلاعات اسرائیل با شناسایی مقر گروه سایبری بلک شدوی جمهوری اسلامی که مسئول حمله به وبسایت ها وزیر ساخت های اسرائیل است وارد آن شدند و آنجا را بازدید کردند برخی معتقدند مردم هرچه فقیرتر باشند در اختیارترند و اگر سیر بشوند مطالبه مطالبهگر خواهند شد. محمد خوشچهر اقتصاددان ضمن انتقاد از روی کردهای بحران دولت گفت برخی فکر می کنند با دو طبقه شدن جامعه اوضاع بهبود می آبد. معتقدند مردم هرچه فقیرتر باشند در اختیارترند و اگر سیرتر شوند مطالبهگر خواهند شد. این اقتصاددان مطرح ایرانی و نماینده سابق مردم تهران در مجلس ضمن تاکید بر این که طبقه متوسط در ایران کوچک شده و امروز اکثریت مردم ایران مستاق مستضعف و محروم هستند به خبر آنلاین گفت باید به مستاق ها و سیاست گذاری ها پرداخت تا امکان نقد عمل کرده دولت ها فراهم شود خوشچهره درباره لاغرتر شدن طبقه متوسط اظهار داشت جامعه معقول جامعه است که اکثریت مردم آن از تولید ثروت منتفع می شوند اما چون این اتفاقی در جامعه تولید محور می افتد. خاصیت ارز نفتی انتفاع اکثریت مردم نیست میبینیم ارزهای نفتی صرف قاچاق و غیره میشود و چون خاصیتی را ندارند این طور است که با افزایش مداوم ثروتمندان روبرو هستیم در حالی که تولید با بحران روبروست مشکلات محیط زیستی بیداد میکند و اقتصاد با فساد و اختلاس و غیره دست به گریبان است اصلا معنای توسعه پایدار همین است که مردم باید از ثروت جامعه منتفع شوند و رشد و توسعه اقتصادی و افزایش به محیط زیست و منابع حیاتی کشور آسیبی نزند. ریزش دوباره متروپول در آبادان قرارگاه خاتم سپاه مسئول تخریب ساختمان است. ساختمان متروپول آبادان بار دیگر چهارشنبه فرو ریخت. مدیرامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان می گوید احتمالا یک یا چند نفر از کارگران زیر آوار محبوس شدند. مسئولیت تخریب بقایای ساختمان متروپول آبادان به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه سپرده شده و به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد اروند در تیر ماه پیش پرداخت 10 میلیارد تومانی شامل 20 درصد مبلغ قرارداد به قرارگاه خاتم پرداخته شده است. فالح صفایی معاون زیربنایی و عمران منطقه آزاد اروند گفت بخشی از ضلع شمالی ساختمان متروپول به دلیل ناپایدار بودن ریزش کرد و فرو ریختن ساختمان زمانی رخ داد که کارگران در حال کار برای سبک کردن سازه این ساختمان بودند. به گفته او قسمت جلوی ساختمان امروز به طور کامل ریزش کرد و هنوز اطلاع دقیقی از مجروح یا کشته شدن کارگران نیست ویدیویی از لحظه فروریختن مجدد متروپول در رسانه های اجتماعی منتشر شده که انبوه گرد و غبار را نشان می دهد که تا صدها متر پیش رفته و راوی به ناشایستگی مسئولان و احتمال آسیب دیدن شهروندان بر اثر ریزش دوباره ساختمان اشاره می کند. وحید شعبانی مدیرعامل جمعیت حلال احمر خوزستان گفت در حالی که نیروهای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مشغول تخریب باقی مانده بودند بخشی از ساختمان در دو قسمت زل شرقی و بخش میانی سازه دوباره فرو ریخت به گفته شعبانی چند تن بر اثر این حادثه مجروح شده اند و احتمال دارد شمار آسیب دیدگان افزایش یابد شعبانی با بیان اینکه پنج تیم عملیاتی با آمبولانس و خودروی نجات در حال آواربرداری هستند اضافه کرد تیم جستجو و نجات با سگ های در مسیر اهواز به آبادان هستند امیر اباصره نجفی سرپرست معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر خوزستان نیز گفت بخشی از ساختمان متروپول با وجود رعایت همه شرایط ایمنی فرو ریخته است همچنین نادر نقیبی رئیس اورژانس آبادان تاکید کرد که دست کم یک کارگر ساختمان زیر آوار مانده است خبرگزاری رکنا گزارش داده که یک خودروی پارک شده در نزدیکی ساختمان متروپول بر اثر ریزش آوار تخریب شده است آمریکا برای شناسایی سه عامل حملات سایبری در ایران 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. مقامات ارشد وزارت دادگستری و پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه 23 شهریور سه شهروند ایرانی را به استفاده از باجافزارها و حملات سایبری به زیرساختهای های حیاتی ایالات متحده متهم کرد. دادگستری آمریکا همچنین پاداشی تا 10 میلیون دلار برای اطلاعات در مورد این سه عامل سایبری تعیین کرده است. دادگستری امریکا آمریکا در بیانیه احمد خطیبی 45 ساله، امیر حسین نیکاین 30 ساله و منصور احمدی 34 ساله را به عنوان عاملان حملات سایبری با هدف حک کردن و آسیب رساندن به نهادها و شهروندان ایالات متحده متهم کرد. طبق این گزارش احتمالا این سه نفر در ایران زندگی می کنند. در کی فرخواست وزارت دادگستری آمریکا اشاره به ارتباط این افراد به دولت جمهوری اسلامی نشده اما گفته شده که این افراد با سپاه پاسداران در ارتباط هستند. مقام های دادگستری آمریکا می گویند این حملات سایبری صرفاً برای به دست آوردن منافع مالی و با خیالی آسوده از هر گونه تعقیب قضایی صورت گرفته. در کیفرخواست علیه این سه نفر آمده که آنها صدها شخص حقیقی نهادهای ایالتی، سیستم های حمل و نقل، هوا فضا، شرکت های برق و حتی یک سازمان کوچک غیر پناهگاه برای قربانیان خشونت خانگی را هدف قرار دادند. فیلیپ دادستان ایالت نیوجرسی گفته حملات سایبری مرتبط با باجخواهی مانند آنچه در اینجا اتفاق افتاد شکل خاصی از جنایات سایبری مخرب است دادستان ایالت نیوجرسی تاکید کرده هیچ شکلی از حملات سایبری قابل قبول نیست اما حملات باجافزاری که خدمات زیرساختهای حیاتی مانند مراکز بهداشتی و درمانی و سازمانهای دولتی را هدف قرار میدهند تهدیدی برای امنیت ملی ما هستند در این کیفرخواست تصریح شد است که این افراد با شناسایی نقاط ضعف نرمافزارها، اقدام به فعالیت های و همچنین نفوذ به رایانه ها و سرقت اطلاعات نه تنها در آمریکا بلکه حتی در دیگر کشورها افراد و نهادها را هدف قرار میدادند و قربانیان را تهدید میکردند در صورت عدم پرداخت مبلغ هنگفت درخواستی اطلاعات آنها را منتشر خواهند کرد وزارت خزانه داری ایالات متحده در همین روز ده فرد از جمله این و دو نهاد ایرانی را به اتهام دست داشتن در حملات سایبری از جمله به کارگیری با تحریم کرد این وزارتخانه در اطلاعیه ای عنوان کرد که افراد و نهادهای تحریم شده همگی با سپاه پاسداران مرتبط هستند در این بیانیه آمده است برخی از فعالیت های افراد تحریم شده تا حدی می با گروه های چون بچه گربه های ملوس فسفور و APT35 همپوشانی داشته باشد شرکت های امنیت سایبری این گروه ها را مرتبط با سپاه پاسداران دانسته ممنونیم که تا اینجا با ما همراه بودید لطفاً با لایک ها و کامنت هاتون ما رو در این مسیر همراهی کنید با آرزوی بهترین ها شما رو به خدای بزرگ می سپاریم خدا نگهدارتان